برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. 11 پناهجوی دیگر در حادثه واژگون شدن قایق در سواحل تونس غرق شده و 7 فرد دیگر هم مفقود شدند. بر اساس اعلام این رسانه 23 نفر نیز نجات یافتند. خبرگزاری بی بی سی در این خصوص ادامه داد، به گفته مقام های تونس قایق بیش از 40 سرنشین از جمله چندین زن و کودک را حمل می کرد. سازمان بهداشت و حوادث غیر مترقبه لیبی با انتشار آماری از قربانیان درگیری مسلحانه طی 2 روز گذشته در طرابلس پایتخت لیبی اعلام کرد که در درگیری های مسلحانه اخیر 27 نظامی کشته و دست کم 106 تن زخمی شدند. در همین راستا خبرگزاری اسپوتنیک بامداد چهارشنبه گزارش داد که از طرابلس خبر می‌رسد این درگیری‌ها میان نیروهای شورای ریاست جمهوری و نیروهای تیپ 444 و در پی بازداشت محمود حمزه فرمانده این نیروها در فرودگاه معتیق رخ داده است. و خبری از آذربایجان، وزارت خارجه جمهوری آذربایجان اعلام کرد در روزهای اخیر میزان قابل توجهی از تسلیحات، تجهیزات و پرسنل به منظور انجام عملیات نظامی جدید در مرزها مشاهده می شود. به گفته این وزارتخانه، ایروان همچنین نسبت به ایجاد زیرساخت‌های نظامی در منطقه قره‌باغ کوهستانی که نیروهای حافظ صلح روسیه از سال 2020 در آنجا مستقر هستند اقدام کرده است. این در حالی است که وزارت دفاع ارمنستان در یک بیانیه مطبوعاتی به این موضوع واکنش نشان داد و هر گونه انباشت سلاح و نیرو در نزدیکی مرز و در قره‌باغ کوهستانی را تکذیب کرد. صبح روز چهارشنبه گرد همایی مشایه اربعین با شعار از بحر تا نهر در منطقه رأس البیشه در جنوب استان بصره آغاز شد. این گرد همایی شاهد برگزاری بسیاری از مراسم مذهبی و عزاداری بود که از جمله آنها می توان به ایراد سخنرانی در مورد زیارت اربعین حسینی و فواید، ثواب و اهمیت آن و قرائت اشعار سروده شده در منقبت اهل بیت علیهم السلام اشاره کرد. گفتنی است که نیروهای امنیتی برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای برای ایمنسازی مسیر مشایه اربعین در طول تمامی راه‌های منتهی به سمت شهر مقدس کربلا انجام دادند. همچنین موکب‌های حسینی برای خدمات رسانی به زاران اربعین در جاده‌های مختلفی که مؤمنان از آخرین نقطه عراق و شهرهای مختلف طی می‌کنند در تمامی طول مسیر راه‌اندازی شده است. لازم ذکر است که این گرد همایی گسترده به صورت زنده از تلویزیون امام حسین علیه السلام پخش شد.